برای امام حسین ما خیلی شنیدیم، بالاخره پای منبرها توی کتابهای تاریخی خوندیم که هر انبیایی رسید به زمین کربلا، امام حسین که هنوز اصلا به دنیا نیامده، پیامبری هنوز اصلا نبوده، به دنیا نیامده به ظاهری، تمام انبیایی که اومدن وارد خاک کربلا شدن، تو اونجا یه اتفاقی براشون افتاد، یا از اسب افتادن پایین سرشون شکست، یا مثلا به اون زمین کربلا رسیدن یه قصه‌ای تو دلشون اومد، بعد از خدا پرسیدن که من وارد این سرزمین شدم، یه قصه یه خیلی غمگینی منو فرا گرفت که اونجا جبریل اومد و برای اون پیامبر به قول معروف روضه امام حسین رو خوند، همه پیامبر رو گریه کردن برای امام حسین. نه اصلا برای امام حسین انبیا متأثر میشن به امام حسین، حالا پیر و جوان که آدم های عادی باشه به کنار، انبیای الهی متأثر شدن به امام حسین. خود پیامبر وقتی که امام حسین کوچیک بوده چقدر برای امام حسین ارزش قائل بوده، حتی توی همون کوچیکیش روزه آتش امام حسین رو خونده، وقتی وارد مسجد میشد امام حسین پاش گیر کرده بود داشته میخورد زمین، پیامبر از بالای منبر سری خودش رو پرت میکنه پایین، میاد میشینه پای امام حسین، میگه که عزیزم مثلا چت شده، خواسته ببینه چیزیش نشده باشه. امام حسین که اینقدر عزیزه برای پیامبر خدا، پیامبری که به قول معروف خدا تعیینش کرده و جانشینای پیامبرم خدا من تعیین کرده، آقا امیرالمومنین وقتی تو روز قدیر دست آقا امیرالمومنین اوورد بالا گفت من کنتو مولا و هازا علی و مولا، اللهم وال من بالا و آدمن آدا و انصر من نصر و اقصر من قذر الى آخر، وقتی دست آقا امیرالمومنین اوورد بالا اونجا گفتش که این آقا بعد از من ولی شما، سرور شماست، امام شماست، تا الی آخر، تا امام زمان، اسم یکی که شنو بود پیامبر جانشیناشون اسم فرزندان حضرت امیرالمومنین بود. کسایی وقتی پیامبر اینطوری داره برای امام حسین ابراز علاقه میکنه، جایگاه امام حسین قطعا خیلی بالاست. خودمون کتاب خوندیم، شنیدیم از بزرگا، امام حسین کاری که کرده واقعا کار خیلی بزرگی بوده.